عرض میکنم خدمت شما دوستای عزیزم، نفیسه فهیمی هستم. با یه طرح یلدایی جذاب اومدم خدمتتون، میخوام بهتون آموزش بدم. جلسه اول هست و من وسایل رو خدمتتون اول معرفی کنم. از قلموی شماره 7 و قلموی شماره 4 برای این کار استفاده میکنیم. تکنیکی که به کار میبرم تکنیک آبرنگی هست. رنگایی که استفاده میشه تو این کار رنگ سبز روشن، رنگ سرخابی، رنگ اوکر یا خرددی، رنگ قرمز، نارنجی، رنگ بنفش، بنفش تیره و رنگ جگری. طرحمون رو بهتون نشون بدم. این طرح شما میتونید طرحهای جذابی رو برای طراحی از پیج آرت ورکینگ برید به این پیج مراجعه کنید. طرحهای متعدد و جذابی برای طراحی توی این پیج موجوده و من هم این طرح یلدایی قشنگم رو از این پیج انتخاب کردم. شما میتونید اونجا برید و اسکرین شات بگیرید و استفاده کنید. اگه از گوشی سختتونه میتونید راحت ببرید پرینت، یه پرینت A4 ازش بگیرید، جلوتون قرار بدید و نقاشی کنید. تا یادم نرفته بگم رنگ سفید که دیگه رنگ اصلیمون هست و برای همه کارها استفاده میشه، فراموش نکنید بعد داشته باشیم. یه حوله نرم که بتونید نم در واقع قلموتون رو بگیرید. لیوان آب میخواید برای اینکه قلموتون رو هین کار توش بشورید. بعد دیگه چیزایی که نیاز دارید، یه پالت هست، بهتر البته پالت تخم مرغی باشه، از پالت تخم مرغی استفاده کنید. حالا نمونش اینجا هست که یه مقداری زیادی مال من کثیفه، من ازش استفاده نمی کنم تا بتونید رنگا رو روی این پالت تمیز بهتر تشخیص بدین و ببینید، براتون راحت تر باشه تشخیص رنگش. بهتون بگم که من این کار رو روی پارچه متقال انجام میدم. پارچه متقال پارچه هست که 100% پنبه است و بهترین پارچه برای کار آبرنگی هست. خیلی خوب آب به خودش جذب میکنه و پخش نمیده. دقت داشته باشید حتما زیر پارچه‌تون یه پارچه نخی بذارید، یه پارچه نخی حالا چند لایه کنید بذارید که اگه احیانا هین کار بالاخره کار آبرنگی هست پس بده، پارچه زیریتون اون آب اضافی رو بگیره و اون آب روی پارچه ندوه، حرکت نکنه و کارتون رو خراب نکنه. اگه مایل باشید میتونید از قلمشوی نوژلم استفاده کنید. این قلمشو بدون بو هست، بدون رنگ هست، برخلاف قلمشوهای دیگه که بوی بدی دارن. ما دقت داشته باشید رنگای پارچه همه قابل شستشو با آبن، یعنی قابل حل در آب هستن. این یه پاکننده خوب هست برای قلم و میتونید یه قطره از این نوژل رو روی یه لیوان آب جدا بریزید توی لیوان آب جدا وسط کار، وقتی وقت ندارید اون لحظه قلمتون رو بشورید، قلموی کثیفتون رو بذارید توی اون آب بمونه که بعد سر فرصت بشوریدش و قلموتون خراب نشه. بعد دیگه ببینم چیزی جا نمونده باشه. خب برای رنگتونم بهتون بگم که من اینجا از این رنگ ایرانی استفاده میکنم که متاسفانه الان در حال حاضر این مدل رنگ موجود نیست، ولی توصیه میکنم بهتون میتونید از رنگ ایرانی سوداکو استفاده کنید. قیمتاش مناسب تره، از مارک های PBO و مارک های زیادی تو بازار هست، ولی خب سوداکو بهتون پیشنهاد میکنم چون دسترسی بهش راحت تره و بیشتر بخواید بدونید الان مدلشو ندارم بهتون نشون بدم. میتونید اگه از طریق اینستا این فایل رو تهیه کردید میتونید از ادمین راهنمایی بگیرید، اگرم از طریق سایت میتونید از طریق پشتیبانی بیشتر اطلاعات بگیرید راجع به نوع رنگی که به کار میبرید. هیچ نگران پاک شدن رنگ ها از روی پارچه‌تون هم نباشید. نوع کاری که ما انجام میدیم روی پارچه، نوع رنگ، همه اینها برای مخصوص پارچه آماده شدن، هیچ جای هیچ نگرانی نداره. و جدا از این در آخر کار هم بعد از اینکه کارمون خشک شد و 24 ساعت گذشت ما یه پارچه نخی روی کارمون میندازیم و با اتو
اتوی ملایم اتوش میکنیم. این کار به تثبیت رنگ توی پاروی پارچه کمک میکنه، پس از این بابت هم جای نگرانی نیست. در صورتی که حالا هینه کار چیز دیگه ای مورد نیاز بود، حتما من توی